سلام دوستان، امیدوارم که درس قبل رو با دقت کار کرده باشید. اما مبحث این جلسه که از مباحث خیلی مهم و کاربردی دیگه هست در بحث عددها، تقریبا تمام مباحثی که قراره در این درس خدمتون عرض کنم رو توی درس‌های قبل به صورت پراکنده و جسته گریخته خدمتون عرض کردم، اما در اینجا خب به صورت کامل دیگه. ببینید دوستان، برای اینکه ما از عددها استفاده کنیم برای شمارش چطور باید در واقع این کار رو انجام بدیم؟ مثلا چطور بگیم یک خانه، دو خانه، ده خانه، اینو چطور باید بگیم؟ اینها رو به چه صورت باید استفاده کنیم؟ ببینید دوستان، ما در زبان عربی برای شمارش عدد یک قاعدش فرق میکنه با عدد دو، و در واقع یک برای خودش یک قاعده داره، دو به همین صورت، اعداد 3 تا 10 هم به همین صورت، و از لحاظ کاربردی اعداد بالای 10 هم در واقع باز کاربردشون متفاوت هست، یعنی 11 12 13 همینطور تا 1000 و غیره باز کاربردشون متفاوته. خب اما چطور باید استفاده کنیم؟ ببینید دوستان، ما زمانی که میخوایم بگیم مثلا یک کتاب، اون یک دوستان به صورت در واقع یک بعد از اسم قرار میگیره. مثلا بگیم کتاب واحد، کتاب واحد، یا مثلا میگیم مدرسه واحده. ببینید چرا واحده؟ چون در واقع مدرسه مؤنث هست، بنابراین باید واحده براش استفاده بشه، اما کتاب چون مذکره واحد استفاده میشه. پس کتاب واحد، مدرسه واحده، به این صورت دوستان. خب توی زبان عربی عراقی و خوزستانی دوستان از فورد هم استفاده میشه. فورد، مثلا ما میگیم فورد کتاب، فورد مدرسه، فورد طالب. اوکی، فورد هم یعنی یک در واقع، و مثل فارسی قبل از اسم میاد. فورد کتاب، فورد کتاب یا همون کتاب واحد. یا مثلا میگیم فورد بیت، یک خانه، فورد بیت، در واقع بیت به صورت بیت تلفظ میشه دوستان، فورد بیت یا بیت گاهی اوقات، فورد بیت یک خانه، یا بیت واحد به این صورت. اما دوستان برای دو، دو رو وقتی میخوایم بگیم، مثلا بگیم دو کتاب، دو مدرسه، دو خانه، خب اینو قبلا گفته بودم دوستان، یعنی این رو باید یونون به پایان اسم اضافه کنیم. مثلا کتاب خب میشه کتاب، و دو کتاب میشه کتابین، تموم شد رفت به همین صورت. یا مثلا خانه بیت، بیتین میشه دو خانه، میه میشد صد، میتین میشد دو صد، یا همون عدد 200 میشه میتین در واقع. اینجا هم دوستان مثال های دیگر رو آوردم. ببین دوستان، مسجد واحد، مسجد واحد که میشه در واقع یک مسجد، و مسجدین که میشه در واقع دو مسجد، یا یوم واحد یعنی یک روز، یومین میشه دو روز. ببینید یومون که بدیم خودش مفهوم دو رو میرسونه. یا مثلا بگیم مدینه واحده، مدینه یعنی شهر، مدینه واحده یک شهر، و مدینتین، ها مدینتین میشه دو شهر. اما دوستان بریم سراغ قاعده اعداد 3 تا 10. خب ببینید اعداد 3 تا 10، 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. اینا رو دوستان باید چطور استفاده کنیم؟ اینا رو زمانی که استفاده میکنیم، خیلی جالبه دوستان که باید اینو باید بدونیم دوستان، که باید اسم رو جمع ببندیم. پس باید اسم رو دوستان جمع ببندیم. وقتی میخوایم بگیم مثلا 3 تا مدرسه، 3 تا درخت، یا 5 تا خونه. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتون هستم، و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916 533 1563، همونطور که در تصویر میبینید، با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.